یکی از مهمترین موضوعاتی که در این سفر مطرح شد موضوع همکاری استراتژیکی میان افغانستان و ایالات متحده بود. دستاورد این معاهده را در بخش دستاوردهای در بخش امنیت، امور حکومتی و مدنی در افغانستان در طول 3 سال شما چطور ارزیابی میکنید؟ محورهای اصلی صحبت دیروزی کلن 4 محور بود. مسئله دولت در افغانستان، مسئله بازسازی، امنیت و همچنین مسئله مبارزه با فساد و مواد مخدر. تعهد ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک تعهد دراز مدت است و تعهد افغانستان هم در امر مبارزه با تروریسم و ایجاد یک دولت کارا مبتنی بر قانون و تقویت نهادهای دموکراسی، رعایت حقوق بشر و مبارزه با فساد یک تعهد دراز مدت است. یکی از محورهایی که در صحبت‌های دیروز مورد بحث قرار گرفت مسئله کاهش تعداد قربانیان ملکی بود در افغانستان که ما پروسه رو به طور جدی آغاز کردیم و در اعلامیه نهایی هم اشاره شد که طرفین با حضور هیئت‌های عالی رتبه تلاش میکنند که ساختارها و چهارچوب معینی برای کاهش قربانیان ملکی و همچنین فعالیت‌های نظامی نیروهای جامعه بین‌المللی و ایالات متحده در افغانستان فراهم بکنند. چه تدابیری را حکومت ایالات متحده و یا قوای ناتو با افغانستان روی دست گرفتن تا از واقعات از این نوع در آینده در افغانستان جلوگیری شود؟ بدون شک ایالات متحده آمریکا و ناتو هر دو از تعداد تلفات ملکی هم متاثر هستند. مانند ما کوشش میکنیم که از یک طرف با آمادگی بهتر عملیات نظامی و هماهنگی بهتر با افغانستان و با افراد محلی تعداد قربانی‌های ملکی را کاهش بدیم و هم باید چارچوب حقوقی و چارچوب نظاممند را پیدا بکنیم که از نظر تکنیکی چگونه میتوانیم در آینده طرفین مکلف بسازیم، هم طرف افغانستان هم طرف جامعه جهانی، که متعهد باشند که تلفات ملکی تا جایی که ممکن است کاهش بده. بله، یکی از موضوعات مهم دیگه که تقریبا در طول ماه گذشته عرض وجود کرده حملات است که قوای ناتو از خاک افغانستان به پاکستان انجام دادن. آقای عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان پیشنهاد ایجاد یک قوای را با شرکت عساکر افغان، پاکستانی و ناتو نمودن تا اینا بتونن بیشتر مناطق سرحدی دو طرف سرحد تحت کنترل داشته باشن. این پیشنهاد تا حالا در بخش عملی شدن به کجا رسیده و آیا مورد قبول حکومت پاکستان واقع شده یا خیر؟ امروز با تغییرات مثبتی که در حکومت و دولت پاکستان به وجود آمده و همچنین تهدیدات جدی که تروریسم برای امنیت و ثبات در داخل پاکستان تشکیل میدن، ما امیدوار هستیم به توافق برسیم، چون تشکیل یک نیروی مشترک میان 3 جانب برای مبارزه با تروریسم و برای نابود کردن پناهگاه های تروریستی در هر کجا که میخواهند باشند مساعی نمایشی است از مساعی مشترک جامعه جهانی، افغانستان و پاکستان، و یک نشان مثبتی خواهد بود از اراده افغانستان و پاکستان در امر مبارزه با تروریسم. قرار است در کشور ترکیه ملاقات بین آصف علی زرداری رئیس جمهور منتخب پاکستان و آقای کرزی به زودی صورت بگیره. فکر میکنین روابط این دو کشور در حالی که تنش‌های جدید در مناطق قبایلی در حال شکل گرفتن است چه حالتی را به خود خواهد گرفت و افغانستان چه موضوعی را در مورد رابط ما با مردم پاکستان و با آنانی که به دموکراسی به حق حاکمیت کشورهای احترام دارند، با آنانی که با تروریسم مبارزه میکنند و از تروریسم استفاده ابزاری نمیکنند، همیشه رابط دوستانه در گذشته بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود. با تحولات مثبتی که اخیراً در پاکستان رونما گردیده است و پروسه دموکراتیزه شدن حکومت در پاکستان که از آغاز مورد پشتیبانی افغانستان قرار داشت، ما فکر میکنیم که یک فضا و یک محیط مثبتی برای گفتگو و همکاری در امر مبارزه با تروریسم به وجود آمده است. ما تلاش خواهیم کرد که از این فضای مثبت و محیط مساعد برای تامین امنیت، ثبات و صلح در منطقه، یعنی در هر دو کشور استفاده بکنیم. بسیار خوب. اگر روی روابط ایالات متحده با افغانستان باقی بمانیم، انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در راه است. آقای باراک اوباما نامزد حزب دموکرات خواهان توجه ایالات متحده روی افغانستان است و آقای جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه مشی متفاوتی را دارد. نتایج این انتخابات چه تأثیری را روی روابط دو کشور از خود به جای می‌گذارد؟ خوشبختانه در مورد افغانستان یک وفاق بین هر دو حزب سیاسی ایالات متحده آمریکا و بین هر دو نامزد ریاست جمهوری وجود دارد.
که به نفع ما هم هست. برای از دید افغانستان مسئله اساسی است که هر کسی که برنده انتخابات آینده ایالات متحده امریکا باشد، رابطه ما با ایالات متحده امریکا کماکان رابطه استراتژیک خواهد بود، رابطه استراتژیکی که بر پایه همکاری میان یک دموکراسی بسیار جوان در آسیا و یک دموکراسی استوار و یک قدرت بزرگ جهانی برقرار شده است.